اجازه است. سردار سلام عرض کنم. آرزو. ایام مبارک باشه. تشکر. شما خوبه؟ بفرمایید. خدمت شما مبارک باشه. روز سپاه بر شما. متشکرم. بفرمایید. دوی اردیبهشت روز سپاه و برای تبریک رفتیم به دیدار فرمانده. متشکرم. سلامت باشید. سپاه چند ساله شد سردار؟ سپاه در دوم اردیبهشت امسال 37 ساله میشه. عمرش در واقع به اندازه عمر انقلاب اسلامی است و البته از پیروزی انقلاب اسلامی در 22 بهمن سال 57. شما از ابتدا عضو سپاه شدید همون سالهای ابتدایی؟ نه، من به عنوان بسیجی وارد جبهه شدم و سال 60 در جبهه عضو سپاه شدم. در چند سالگی با شما صحبت میکنم؟ 58 سالگی. 58 سالتونه و چهره شما همیشه یک جدیت خاصی درش هست. اصولا تو زندگی شخصیتون هم همین مقدار جدیت هست؟ نه، تفاوت داره. اینا فکر میکنم بهتره از بچه ها و نوه ها بپرسید بهتون میگن که اینجوری نیست. بس فرق داره. آخرین باری که از ته دل خندیدید کی بود؟ همین دو سه شب پیش بود که یک برنامه ای که روی موبایل ها هست در مورد این دلقک بازی های این کاندیدای رئیس جمهوری آمریکا و ترامپ لبخند زد کامل دار. سردار شما فوتبالی هستید؟ تا اندازه ای، البته الان دیگه تو این سن سال خودمون نمیتونیم بازی بکنیم، ولی علاقه من به این بازی همه هستن تقریبا. یعنی دربی رو دیدین یا نه؟ بله، البته فرصت نکردم همشو ببینم، توی بخشش رو دیدم. از نتیجهش خوشحالین یا ناراحت؟ نه، من اینو نباید بگم به شما که آبی هم یا قرمز. فرمانده سپاه عضو این شبکه‌های اجتماعی هستن؟ عضو به اون معنی نیستی باشید و... ولی نگاه میکنم. آه. بله، ولی عضو نیستم. نه، یعنی هیچ کدوم به اسم خودتون نیست؟ نه، بعضن بعضی و بعضی مطالبی رو به عنوان فرمانده سپاه مثلا میدنم، ولی خودم عضو نیستم. مفید میدونید این شبکه‌ها رو؟ به هر حال از اون تبعات منفیش رو دوری بکنن. بله، چیز مفید نیست. یک نشریه آمریکایی نام شما رو جزو 500 نفر از قدرتمندترین افراد جهان قرار داده بود. وقتی اینو شنیدی چه حسی داشتی؟ هیچ حس خاصی نداشتم، چون قضاوت اونا معمولا قضاوتای درستی نیست. قدرت ما از مردممونه، از نظاممونه، از رهبریمونه. اشتباه تحلیل اینجوری زیاد دارن. آخه شما رو در لیست کسانی که تحریم میشن قرار دادن و گفتن دارایی هاتون در بانک های خارجی مسدود شده. مگه چقدر دارایی دارید؟ بله، ما دارایی در بانک های داخلی نداریم، چه برسه به بانک های خارجی. پس اونا این اطلاعات رو وقتی دارن، این تحریم ها به چه معنیه؟ بیشتر به خاطر عملیات روانی و فضا سازی این کارو انجام میدن. سردار شما معروفید به آقا عزیز، درسته؟ رابطتون با حاج قاسم چطوره سردار؟ صمیمی، عاشقانه. حاج قاسم چرا انقدر تو دل جوونا جا باز کردن؟ کلا همه دوست دارن ایشون. بیش از نزدیک 3 دهه از جنگ میگذره، تو عرصه جهاد مشغول دفاع از انقلاب اسلامی و امنیت کشور و امنیت انقلاب اسلامی و جبهه مقاومت هست و طبیعی است که این محبوبیت ایجاد بشه. مثلا یه دیالوگ خاصی که بهشون گفتید خیلی روش تاکید کردید و اگه سلام میدونین بگید. ما همیشه توصیه میکنیم به ایشون رو به مراقبت از خودش. سردار، به بیرون مرزها از هر طرف نگاه میکنیم ناامنه، طالبان، داعش و غیره. شما چه اطمینانی میدید به مردم که خیالشون راحت باشه از بابت امنیت؟ ما امنیتمون امروز مدیون سلاح و فناوری نیست، چون همین سلاح در دست دشمنای ما هم دارن، ولی اون چیزی که اونها نگرانش هستن نیروی انسانی مؤمن، انقلابی و معتقد پای نظام هست، پای امنیت نظام، که این سلاح و تجهیزات و امکانات تو دستش هست. الان اوضاع موشکی ما سردار چطوره؟ بعد از شهادت سردار تهرانی مقدم این نبض موشکی ما هنوز میتپه؟ بله، ببینید یکی از خاصیت خون شهیدان این هست که اون حرکت، اون هدفی که شهید دنبال میکنه بعد از شهادتش محکمتر، عمیقتر و با سرعت بیشتری جلو میره، چون همه احساس میکنن که باید تلاش بکنن هدف شهید محقق بشه. سردار، همیشه گفتید که حفاظت از کیان انقلاب اسلامی مأموریت اصلی سپاهه.
الان که تهدیدهای بالفعل و بالقوه این کیان رو تهدید میکنه، سپاه چه برنامه‌ای داره؟ این فضا و این تهدید علیه ماهیت انقلاب اسلامی و حرکت انقلاب اسلامی به ویژه بعد از موضوع برجام و توافق برجام در این تبادلات، تعاملات و این مباحث خیلی این تهدیدات جدی‌تر شده و باید مراقبت بشه. همونطور که بعضی از افراد مؤثری که در عرصه‌های سیاسی متاسفانه دارن بی‌توجهی می‌کنن به آرمان‌ها و خون شهیدان و دستاوردهای اونها بی‌توجهی داره میشه، این امیدواریم که انشالله این توجه و مراقبت وجود داشته باشه و بیش از گذشته اعمال بشه. سردار، هر وقت سپاه یک موشکی رو آزمایش یا رونمایی میکنه، بعضی کشورهای غالبا غربی سر و صدای به پا میکنن. دقیقا دنبال چی هن از این جنجال ها؟ ببینید، همین موشک ها رو اونها با سر جنگ اتمی خودشون دارن و بسیار بیشتر از ما هم دارن، پیشرفته تر از ما هم دارن. چرا اشاره‌ای به این نمی‌کنن نمی‌دونیم. اینکه نگران موشک‌ها و توان موشک ایران هستن چون اثر بازدارنده داره و اونها نمی‌خوان این اثر بازدارندگی در ما عمیق بشه و توسعه پیدا بکنه که بتونن در واقع فشارهاشون رو و زورگویی‌هاشون رو به ما بیشتر بکنن. این دنبال این هستن. البته بعد از هر رونمایی آزمایش موشک بعضی از واکنش‌ها رو هم از داخل دارید. متاسفانه بله، بعضی نگاه داخلی همراهی میکنن با هدفهایی که دشمنان دارن، ناآگاهانه، بعضن آگاهانه، یا اونا در واقع توجه به عمق هدفی که دشمن دنبال میکنه از این تهدیدات علیه توانهای دفاعی ما توجه به این ندارن، این همراهی ها صورت میگیره متاسفانه. سردار، عده‌ای انتقاد میکنن، میگن مگه سپاه یک نیروی نظامی نیست؟ پس چرا تو بعضی فعالیت ها حضور داره، مثلا فعالیت های اقتصادی، کارهای عمرانی؟ بله، مأموریت سپاه حفظ انقلاب و دستاوردهای انقلاب، این مأموریت سپاه است. مثلا کارهای سازندگی که ما انجام میدیم یا محرومیت زده، اینا کار فعالیت اقتصادی نیست. به غلط اینا تحت عنوان کار اقتصادی گفته میشه، در حالی که این هدفش منفعت مالی آنچنانی نداره. نه نداره، هدفش اقتصادی نیست. ما الان میلیاردها میلیارد از دولت به خاطر کارهایی که داریم انجام میدیم طلب داریم و این خب نشون میده که در واقع هدف ما انجام کاره، انجام پروژه هاست، برای اینکه در واقع حالا پیشرفت و توسعه و اقتصاد و اینها فعال بشه این کارها انجام میگیره. ولی فضاسازی علیه سپاه با توجه به دشمنی هایی که علیه سپاه وجود داره، این زیاد این کار انجام میشه که همش غلطه. رابطه شما با دولت چطوره؟ اختلاف سلیقه دارید؟ ببینید، البته ما همیشه خودمون رو حامی دولت ها میدونیم، چون دولت ها وظیفه خیلی سنگینی دارن. سپاه خودش را حامی میدونه، توانمندی های بسیار زیادی در سپاه وجود داره، با توجه به اینکه بسیج در واقع به سپاه متصله و یک نیروی عظیم و یک انرژی و توان و پتانسیل عظیمی در نیروهای بسیجی هست که میتونه این در خدمت به خصوص اقتصاد مقاومتی قرار بگیره. ما در عرصه کمک و پشتیبانی در خدمت هستیم، اما اختلاف سلیقه، اختلاف دیدگاه نسبت به بعضی از مطالب حالا اقتصادی، فرهنگی، سیاسی داریم، ولی اختلاف دیدگاه ها دلیل بر این نمیشه که ما همکاری نکنیم. مهمترین چالش موجود در منطقه از دیدگاه جناب عالی چیه و سپاه برای مقابله با اون چه برنامه داره؟ بله، مهمترین چالش در منطقه همین مباحث سیاسی منطقه است که بعضی برنامه ریزی هایی که بعضی دولت هایی حالا از جمله عربستان متاسفانه هماهنگ با اسرائیل و آمریکا دارن اینها رو دنبال میکنن و ما مطمئنیم که بیداری و مقاومت مردم منطقه به حدی رسیده که این توطئه ها و برنامه رو خونسا میکنن. گسترش فقر در کشور میتونه یکی از تهدیدات کیان انقلاب اسلامی باشه. سپاه برای این بخش برنامه داره؟ بله، ما برنامه های متعددی رو در حیطه حالا توانمندی های خودمون
تو عرصه اقتصاد مقاومتی تو بسیج انجام دادیم. از نظر تعداد پروژه در واقع بیش از حالا ما آمارهای 10,000 تا 12,000 پروژه محرومیت زدایی، پروژه کوچیک محرومیت زدایی در مناطق محروم، آمارش رو مثلا سال گذشته این آمار ارائه شده، امسال خیلی بیش از اینا هست. این کار اگر فقط هماهنگ با دولت بشه، یعنی دولت از سپاه و بسیج بخواهد که در این عرصه در واقع همکاری ها این توانمون همافزا بشه، خیلی اثرش بیشتر هست که امیدواریم انشالله انجام بگیره. نکته ای هست که بخواید اشاره کنید در این گفته بود؟ مردم از ما این رو بدونن که چون در واقع سپاه مقابل دشمنی های دشمنان انقلاب مردم ایستاده، فضاسازی و جفسازی های زیادی تو عرصه های اقتصادی مثلا سیاسی انجام میدن، تو عرصه های امنیتی و دفاع نظامی چیزی نمیتونم بگم، ولی تو این عرصه ها فضاسازی منفی توی عرصه ها میکنن، اینها را باور نکنن. متاسفانه بعضی وقت و بعضی از مسئولین هم ممکنه یک اطلاعات غلطی بهشون رسیده باشه، یا تحت تاثیر این فضاسازی ها یا مشاوره های غلط یا نفوذی ها قرار گرفته باشن و یک چیزی رو بیان بکنن. اطمینان میدیم که همه این مطالبی که گفته میشه چیزی جز دشمنی و فضاسازی با هدف تخریب سپاه نیست.